دوستان سلام، بنده راد، مدرس محصولات آدوبی بخش فارسی و از این که در خدمتتون هستم بسیار خوشحالم. امروز قرار آموزش نصب افتر افکت رو خدمتتون توضیح بدم. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو ببرید. خب ابتدا برای نصب نرم افزار افتر افکت من استثنا ورژن 2020 آموزش میدم خدمتون، ولی اگر که قصد این رو داشتین که ورژن های دیگر رو بخواین امتحان بکنین، با یه سرچ کوچیک توی سایت ها و گوگل میتونین آموزش های ورژن های قبلی رو هم پیدا بکنین. پروسه نصب کردن تقریبا همه به یه صورت هستش و زیاد پیچیده نیست، فقط بحث کرک کردنش هستش که با سرچ کوچیک توی گوگل میتونیم به راحتی به این موضوع دسترسی داشته باشیم. خب ابتدا برای اینکه بخوایم در واقع نگاه بکنیم ببینیم چه ورژنی نیاز داریم برای نصب افتر افکت روی سیستم عاملمون، باید اول نگاه بکنیم ببینیم از چه ورژنی داریم استفاده میکنیم. برای این کار چند روش هست. یک، شما میتونید اگر از ویندوز 10 استفاده میکنید یا ویندوز 7 یا 8.1، از طریق این روش همه ویندوزها قابلیت پراپرتیز دادن دارن. روی دیسک کامپیوتر، مایک کامپیوتر میتونین راست کلیک کنین، پراپرتیز بگیرین. در پنجره‌ای که باز میشه خدمتتون سیستم تایپ نوشته ویندوز و سیستم عامل 64 بیت اپریشن سیستم. خب پس ما با توجه به این توضیحاتی که اینجا داریم میتونیم ببینیم که ویندوزمون ویندوز 10 هستش، 7 هستش یا 8.1 یا 8 و نسبت به اون اقدام. برای این کار ابتدا کروم رو باز میکنیم و در این قسمت سرچ میزنیم پیشنهاد من برای دانلود کردن این نرم افزار سایت soft98.ir هستش، به این علت که چون هاست و دامنه سایت .ir داخل کشور هستش، از لحاظ حجم نیم بها حساب میشه براتون و از لحاظ سرعت دانلود خیلی بالاتر و با کیفیت تر هستش. و سوای این مسئله اینه که من اکثر دانلود هامو از این سرور انجام دادم و اکثرا بدون مشکل بوده. نیو تب میگیریم. در این قسمت شما ورژن های مختلف نرم افزار افتر افکت رو میتونین تهیه بکنید که البته برای ویندوز 10 نسخه 64 بیتی رو پیشنهاد داده و همینطور 7, 8.1 و 10 هم به همین صورت. شما ورژن های قبلی تر و قدیمی تر رو هم میتونین از این سایت تهیه بکنید. از به سیستم عاملتون میتونین ورژن های قدیمی تر رو دانلود بکنید. راست کلیک میکنیم، نیو تب میگیریم و شروع به دانلود میکنه. من قبلا این کار رو انجام دادم، یا از این طریق هستش دانلودتون، یا اگر اینترنت دانلود منیجر رو سیستمتون نصب هستش راست کلیک میکنیم و گزینه آیدی رو انتخاب میکنیم که شروع بکنه به دانلود کردن. در هر صورت بعد از اینکه دانلودتون تموم شد درگ میکنیم میان پایین. در این قسمت کلیک سمت چپ رو میفشاریم، کپی میشه، پسورد کپی میشه و من چون قبلا این کار رو انجام دادم این فایل هستش. روش راست کلیک میکنیم، اکسترکت رو میزنیم، پسورد از همون میخواد. اینجا شما سه تا گزینه برای اکسترکت کردن داریم: اکسترکت فایل، اکسترکت هیر و اکسترکت تو آدوب افتر افکت و و و لامپ. گزینه آخر رو انتخاب میکنیم، پسورد رو وارد میکنیم و کلید اوکی رو میزنیم که من قبلا این کار رو انجام دادم. فایل اکسترکت میشه. اینجا فایل ستاپ قرار داره که روش راست کلیک میکنم من و گزینه راد از ادمینستریتور رو انتخاب میکنم. فقط در موقع نصب حواستون باشه باید دسترسیتون رو به اینترنت قطع بکنم. من دسترسیم رو از طریق وای فای قطع میکنم. لنگویج رو به وضعیت یادم عربیت قرار میدم و کانتینیو رو میزنم. حالا باید صبر بکنیم تا پروسه نصب انجام بشه. خب بعد از اینکه پروسه نصبمون کامل میشه این پنجره به نمایش در به نشانه اتمام نصب. گزینه کلوز رو میزنم من و از اینجا افتر افکت 2020 نصب میشه. و
برای اینکه اینو توی قسمت تسکبارم داشته باشم راست کلیک میکنم و مورا انتخاب میکنم و پین تو تسکبار رو میزنم. الان چون این آیکون اونجا هستش آن پین هستش، یعنی من اگه اینو بزنم میره و مجدد پین تو تسکبار به اینجا اضافه میشه که در اینجا قرارش میده. بعد از اینکه نصب افتر افکت تموم شد، برنامه افتر کودک این برنامه رو هم نصب میکنیم دوستان. این هم نصب کردنش اصلا کار سختی نیست. ران ادمینستراتور رو میزنیم و نیکس نیکس فینیش. نصب این افتر کودکس با این ورژن دلیلش این هستش که موقعی که میخوایم خروجیه در واقع .mp4 بگیریم از افتر افکتمون، این برنامه کمک زیادی بهمون. خب نصبش تموم شد، نکست رو میزنیم و تیک اینو ور میداریم و فینیش و همین راحتی افتر افکت نصب شد. ران میکنمش یک بار براتون. وقتی با این ارور مواجه میشین مسئله نداره، روی continue with unknown ISOs کلیک کنین و به ادامه کار بپردازید. خب افتر افکتمون اجرا شد، میبینیم که به خوبی هم اجرا شده، هیچ مشکلی نداریم اینجا. من پنجره هوم و نیو پروژکت کامپوزیشن نیو کامپوزیشن یک کامپ میسازیم. و در نهایت میبینیم که به خوبی افتر افکتمون اجرا شد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین و براتون مفید واقع شده باشه. تا آموزش های بعدی خداوند یار و نگهدارشون. امید دیدار مجدد.